میخوای برای تو شیر بریزم یه جلو؟ شیر و کافه؟ خب شیر و کافه. بچه اوی اوی دو میبینی چه داغه؟ آره. خب بکش برای تو این کافه رو چند قاشو بریز. های بچه ها، بچه ها الان سریع اومدن، تو هم چایی میخوای هم کافه؟ بفرما خودت دارم. آره خب بفرما. خب بچه ها هایی به هایتون. چه خوشگش. ببین میتونی دلمت اینجوری باز کنی، مسجدی نکن. مسجدی نیست. بیا اینجا، بیا اینجا. خب بچه ها سلطان رو که دوست داشتی دیشب بگو میخوای به هم بزن. ما وقتمون هم زیاد نیست، گفتش که ما بریم، وقتمون زیاد سیاه هست. حالا همین جوری تا ببینیم که چی میشه. آره چی میشه، تا ببینیم چی میشه. من دیشب اومدم حقیقتا خواستم برم. خب البته سلام نکردم. سلام ادب. سلام ادب. خب باش، وقت شما بخیر. آره خب سالتون هم مبارک، سیزده بدرتون هم مبارک. ای وای بله چش برو جلو. خب همون های به هایتون کافیه. را برو تا پا دابندی بشم. های سلطان بزرگ. خب بعد دیگه بچه دیشب اومده بود، از کجا داشتی میمدی؟ از پیش خواهره. بلژیک. بعدش رسیده بود نزدیکای 3 ساعت مونده بود به هامبورگ. یه دفعه چی شد که هانوفر بودم. هانوفر. بعد چی شد یه دفعه به ذهنت افتاد که بزیبا بگیم؟ من میخواستم برم هتل. هایی گفتم هتل که نه، هاستل. هاستل هتل. آره جلوی لایف ادا در نیاریم. نه مثلا هتل میریم. هاستل. هاستل. هاستل یه جایی مثل مسافر خونه. آره بعد پیش خودم گفتم بذار یه پیام بدم به زیبا اینا. حقیقتا خجالت میکشیدم ولی زنگ زدیم دیگه. یکی از بچه ها زنگ زد گفت. بچه ها اسمش چی بود؟ بگو دیگه. نوری. سید نوری. نوری. نوری برگشت گفت چی؟ گفت چرا میخواه بری آستر خواه؟ برو پیش زیبا. برو زیبا. آها. بگه همه هزینه کنی آستر برای چی؟ برای چی؟ این هزینه ها رو بده برای من. هزینه های بده. آره منم گفتم بابا البته خواسته. زیبا هم که میگیره. آه میگیره. سری میگیره. خوراکش رو هوا میگیره. رو هوا میگیره. درسته. گفتم البته پول هاستل زیاد نیست بچه ها. خونزده. ای چقدر شیره خوب شد. از این به بعد از ایده تو بودا. بله. بعد اومدیم بالاخره. حالا میدونم پشت سرمون هم زیاد حرف میزنه اینا. غیبت زیاد میکنم. مشکل نداره. ولی اینه خدا صادقانه بگم. زیبا زن مهربون خوبیه ولی درسته بعضی موقع سیستمش میریزه به هم، عصبی میشه. عصبی که میشه این قلق داره با طرفش نیه. یک دو ماه برق صفات میگیرد. خب حالا سب کن. اول که زنگ زد حدود ساعتهای 10:30 بود و گفتش زیبا من دارم میام هامبورگ. اینجوری پیاماش توی کانال هست، گفت دارم میام هامبورگ. گفتم میخوای بیا اینجا؟ حس کردم دیگه. بله. گفت مؤدبانه گفتش که اگه شما دوست داشته باشی دوست داشته باشی دوست داشته باشی اشکال نداره. خب من میدونستم این جایی نداره. گفتم زنگ بزنم ببینم کجا میره، پیش دوستش میره فلان. بعد گفتم کجا میری؟ جا دارم. کجا داشتی؟ پنبورگ جا دارم. آخه محسن به من گفت. محسن بود یا چیز اسم اون کرامت؟ گفتم تو کپ. گفت نه بابا اونا جوابشو نمیدن. نه جواب دادم. پینبرگ. پینبرگ رفیق افغانی دارم از ایرانی، سالارتره بهتره. خب اینطوری خب یعنی دفعه پیش نرفتی؟ چرا رفتم اونجا پیشش مونده. آه دو روز رفتم. الان زنگ بزنم هر کاری داشته باشم برام انجام میدم. خب چرا پس گفتی هاسته؟ دیگه شب اون وقت شب اون وقت شب به اون نمیتونستی بگی به من میگی؟ نه دیدی آنلاین هم. نه میتونستم. من مشکل نگاه کنم، من خدای انرژی به خصوصی من داده هر جا برم ها لنگ نمیمونه. تو خیابون نمیمونم. خب ببین نونای تو اونجاست. آره. نرمه. اینا نونای منه. خب چرا را گریه میکنی؟ کی؟ شما. یعنی چی؟ میگم چرا حالا
هیچی. آها حرفای علک بلکه نه. این نون من، اون نون توی نرمه. اینم یه کاری بکنیم ببین. بله. برات آوردم به یاد ایران. میتونیم از این شیر بریزیم نرم بشه. میخوای؟ نه خوبه، همین خوبه. همون خوبه. خب خودت گفتی من فقط چای میخوام و دوچس. چون فقط الان از اون دو تا هست. پس نون بگیره. گفتم نونای من خشکه. نون بخوای بعد دیگه قرار شد که گفتم زیبا خانم اگه اجازه بدی صبح زود بلند میشم میرم برات نون میگیرم. قبول نکرد. گفتم بعدا میریم حسابی. صبح زود بری فقط نون میگیری. ولی الان که میریم الان کلی چیزای دیگه میگیریم. باشه اشکال نداره. ما نمیترسیم. بچه عزیز. پول حاصل بد میدیم. پول حاصل رو میده. پول حاصل رو میدیم تو هرچی دوست داشتی. بچه ها گفتن نمیری همون. با هم همون بالا بهش گفتم قبول نکرد. نه. ببین اینجوری نه، من خودم بهت پیشنهاد داده بودم. بچه صبح بلند شده. صبح بلند شد من هنوز این وقت من این وقت خوابیدم اونجا تختم بهش شده بودم. اول خوب خوابیدی؟ آره خوب بود. خوب بود. اینجوری نکرد رو واقعیت رو بگو. آره خوب خوابیدم. خوب خوابیدم. خوب باش. بعدش آهان چقدر فکر خوبی شد اما خیلی خوبه. شکر میخوایی؟ شکر؟ بله. یعنی من پاشم؟ نه دیگه من بسا. بریم چند تا چیز هست سرکم. تو با بچه ها حرف بزن. بگو که من حقیقتا این دفعه که اومدم از اینا بدم بهت اینا شیر سس شتوفه اینا که من کسایی که قند دارن استفاده میکنم. من قند ندارم، با مریض شکار معمولی میخواد. خب باشه بابا من از اینم مثل من خودم بیشتر از این استفاده نه که قند دارم و ولی این چیزه برای شما. این یکی هم شکر وایستا زیبا کار راه انداز دقیقتن. هر مشکلی داشتی بالاخره مشکلت برطرف میکنه، کمکت میکنه. الان بگو دیگه اینا من چند تا کار داشتیم اینا حقیقتن. شکر بالا بود زیبا کمکم کرد، معرفی کرد. آره میخواست یه زمان بگم میخواست یه پولی بفرسته برای خانوادهش. آره بعد من گفتم که به سر گفتم صرافا چقدر میگیرن. گفت انقدر. گفتم به صرافا نده، من بیا تو رو با دانشجوهای آشنا کنم که اینا چون روابطم زیاده با یکی قبلا هم آشنا کرده بودم. چون آقا خیلی تنبل تشریف دارن. نه تنبل نبودم. خودت تماس نگرفته بودی دیگه. نه تنبل نبودم ولی پولم جور نشده. آها پولت جور نشده. پول کمی رو من میدم. آها پول کمی سرمایه‌دار نیستم که مثلا. خب بیا اینجا حالا خلاصه اینو اینجوری بریزم. چقدر خوبه. خوبه بیا. خوبه دستور دادنت هم خوبه. آره عظمتی داشت. بازم نه بس جناب نه بریزم یا نه. بیا بفرم زنزلی نبودیم که میدونم دیدم اینا میخواه. در مورد همون بچه بگم صبح شده من هنوز امروز ورزش نکردم. خیلی کم نفس کشیدم، خیلی کم ورزش کردم چون دیگه دیدیم که وقتمون کم. بعد اومد بعد بلند شده. دیشب بهش گفتم که چجوریه و چیزه کی دوش گرفتی اصلا احتیاج داره. گفتم با مسافر دید. من همین زهر دوش گرفتم. درست من هر روز صبح دوش میگیرم. هر روز میگیرم. حالا هر جا باشه. الان شامپو زدی؟ بله. همون شامپو که من دادم. آره هم. خب خوبه. دیروز هم زدی؟ دیروز تو بلژیک زدم. نه دیگه اینقدر شامپو مامپو زیاد نزن دیگه. چرا؟ خیلی چیز. ببین در هفته دو بار موهاتو اینجوری. آره؟ خب. ببین بچه ها. اومد بهش گفتم همون
صبح بلند شده، دیروز گفت همون رفتم بودم، خب تمیزه دیگه. صبح بلند شده، من تو دستشویی بودم تا اومده. من میخوام برم، گفتم کجا؟ گفت دوش میخوام بگیرم. گفتم مگه دیروز نگرفتی؟ گفت الان آخه بدنم خسته است فدا اینا. حالا من تازه از خواب بلند شدم، گفتم باشه بیا برم، همون رو خالی کردم. بعد اومده میگه یادش افتاده من گفته بودم که یه بار با تو بریم همون. گفت بعد از اینکه همون رو تمیز کردیم، شسته پاک کردیم، آبشو گرفتیم، میخوای با هم بریم همون؟ گفتم من گفتم دوباره گفتم بمونه برای دفعه دیگه، حالا میمونه برای دفعه دیگه، برای دفعه یه بار با تو میمونم. بیا بیا میخوای بیام یه کار کنیم. خب این بلیط ها رو که گرفتم، خب با رمو رو که دیدی دیگه، رمو دیگه همون که رفته، با اونم میخوام برم استخ سونا. خیلی خوب با هم دیگه میریم. بریم، کارتش هم من دارم. باشه با کارت من، کارت من که هست، اما پولشو میدی، ولی کارت من رابات داره. پولش چقدره؟ ببین نرمال 17-18 یوروست، چون این کارتو من دست چیز گرفتم، مثلا یه دفعه مثلا 150 یورو دادم فلان دادم و اینو بیا. باشه اشکال ندارم. خب اشکال نداره. بیا بعد. نه نه اون مهم نیست. باشه مال تو رو من بگیرم. بعدش اتفاقا من بدنم احتیاج به سونا و جکوزی داره. جکوزی داره. خب اونجا میریم دیگه. من تو ایران بودم میرم. رما هم بره بیاد. میریم اونجا. رما همین پسره که یکم با ننش زندگی میکنه دیگه. آره. همون که رفت. ولی اون اگه بیاد اصلا همین که اون سونا فکر نکنم بیاد. سونا یکم گرون تره. ولی استخ ارزونه. چقدر؟ برلین هم که میدونی قانون اومده. تو هم که زنباز. من کجا زنگ؟ نه خیلی همش نه. نه. ببین زنباز من نیستم کدام زنباز رو برم؟ نه به کسی اذیت نمیرسونی. نه من دیگه ولی تا یه زن میاد تو گروه سره زیبا این باش میخوام ماشه باش کی گفتم تو فوزی هم برد بهتیده شد افبارت خیلی خرابه. فکر میکنه مثلا نه نیتت قلبت با پاک باشه زیبا. خب پس چرا فقط مرد به زن ها پاکه؟ من به همه پاکه. بچه این همه مرد میاد نمیگه بگیم با میخوام ببینم. خیلی مردها هستن اینجا دوستم، سلام علیک دارم باشون، ارتباط موبایل تلفنی دارم. ای که مثلا با کی؟ نوری. آفرین خیلی خوشم. نوری آدم خوبیه. من بدی ندیدم ازش. برو به خونش دیگه. میرم حالا کرونا داره. نمیشه مریضه بیماره. باشه باشه چای بریز برم. بعد جیناب چای چای ولی ببین این چای گل سرخاشو میبینی؟ بله. از آذره، آذری که گفتی من خوشم زیاد من خوش سرش غیبت نمی کنم صادقا نمی کنم من آذر خوشم نمی آیگتا آذر بهش بد برخورد کرده بنمیاده. ولی خب ما آلا گل سرخای آذر رو می خواهیم می خواهیم نداده باشه داده دیگه خود داده داره البته به هدا داده هدا هم به من داد رسید بالاخره آذر گل سرخات رسید به من. آذر خیلی کلاس میذاره برا من. من آدمی که کلاس میذاره خوشم نمیاد حقیقتا. آذر کلاس نذار دیگه. آه. خیلی بالا و فلان نه چه خبره بابا را برو بادا بندی بشه. اوی 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 خب ولی بچه ها من یه چیز در موردش بگم. درسته که تا یه زنی میاد توی خونه، تا یه زن میاد تو گروه ما سری میاد زیبا زیبا میاد تو کی گفتم بابا ایوی من همش هستش سیف شده است من آره گوش بده خب. بعدش این بعد یه بار دلم تنگه میخوام با فوزیه حرف بزنم فوزیه خب من... فوزیه هم گفته من نمیخوام برم نه نگاه کن من یه جایی هستم تنهایی ولی بچه ها کلا ایرانی نیست اونجا بالاخره آدم
آره بالاخره آدم دوست داره، دلش میگیره. آره دلش میگیره. تو یه جا زندگی بکنی کسی دور و برت نباشه، سکوت باشه، تو چقدر میخواد تحمله؟ چقدر مثلا کتاب بکنی؟ چقدر سر تو گوشی باشه؟ خب باید به اجتماع، تو اجتماع یکی باشه، باش ارتباط برقرار. نونه تو تموم کرده؟ آه بابا. آره ها بابا. خب صبر کن بذار ببینم. نه نمیخوام. نمیخوای؟ چه خوب. اگه خواستی اینا رو من پیشنهاد میکنم با مثل ایران یه بار میخواد بذار درست کنم ببینی، امتحان کنم درست کنم. ولی چی؟ ولی چی؟ باشم یا نه؟ نه خواستم بهت بگم دیدت نسبت به من منفیه. یه تو یه ذره بهتر کن، یه مقدار افکارت درست کن، مثبت اندیش باش، منفیگرا نباش. باشه بچه ها. ولی با این ها بچه ها الان این که میاد امروز چیکار کردی؟ امروز تو اومد من یه حرف زدم اومد منو بغل کرده. چیکار کنی؟ چیه الان؟ جاش هم هستش؟ آه جا ریشو. ریشاش رفت اینجا. گفتم اگر تو یه دونه اینجوری کرده بودی بابا. فریدا هی میگه فریدا. آه. یه بار حبیب اینجوری کرده دختر خوب نمیدونم به من این نمیدونم. حالا اگر این من الان به وحید گفتم اسکرین گرفت گذارم ببین. خب گرفتیم بقید بهت عشق دادیم، بهت انرژی دادیم بابا. مردم دوم مثبت کن اعتقاداتت رو. همه دنبال اینن یکی دیگه نفر بیاد اینجوریش بدن انرژی بهش بدن. آره. چرا نمیفهمید؟ همه دنبال اینن بهشون انرژی بدن بیاد اینجوریش. بله بچه ها دیشب وقتی که این اومد چیز زنگ زد گفت اگه شما اشکال نداره حالا ساعت چنده؟ ساعت چند رسیدی اینجا؟ دوازده و نیم بود. یه دوازده و نیم. یک رسیدی؟ یک رسیدی. ما به رفته وای وای فقط میدونی من اشتباه همین بود که ساعت و چیزه تلفن از سایلنتی در نهیم بودم همسایه رو ساعت یک نصف شب زنگ زد. وای وای حالا بهم گفته بیا بی هشت ساختمونش، ولی نگو تو کدوم واحد. ما آمدیم اونجا دم دره واحدش. وای وای وای. آره زنگ کیه بزنی؟ ساعت یک نصف شب زنگ هم میزنی گوشی. آره سر خانم دکتر گوشی بر نمیداره. حالا ولی واقعا خیلی خوب شد. من بچه ها دفعه پیش که باش دعوام شد بیا بیا میگه که سفازت میره دعوا شد بهش گفته بودم ببین من آدرس رو دادم و این چیزا رو بهت گفتم بیا این برتست تصویرت کامل باشه. بعدش ولی اگه به من زنگ بزنی من لوکیشن بده اینجا موندم اونجا موندم دیگه من جوابتو نمیدم. اون موقع برو خونه همون دوستات و اینا که هستش. دفعه پیش پدر منو در آورد رسیده بود تقریبا 20 دقیقه از اونجا تا اینجا فاصله. نه سر خیابون بودم. بعد دیدم به حالا احساسم گفت زیبا نمیخوا بپذیره. احساسه بعد گفت حالا نمیخوا بپذیره اشکال نداره. منم پیچوندم سوار اتوبوس شدم رفتم هامبورگ. پیچوندی یعنی چی؟ یعنی رفتم سوار اتوبوس شدم رفتم. منو پیچوندی؟ نه توی نپیچوندم، توی یه طوری برخورد کردی اون سری. آه حست بهت گفتش که حسم گفت بابا وقتی اینطوری این کارو میکنه هر عملی عکس عملی داره. درسته؟ و کجا رفتی؟ رفتم دیگه رفتم یه دوری زدم تو هامبورگ و خرید مرید کردم رفتم جزیره سامورایی ها. حالا تابستون اون جزیره سامورایی ها بیا نگاه کن تمام گردشگران میان اونجا توریست ها میان اونجا. میام اونجا. آره میام بشم هرکم دوست داشت بیاد در خدمتشی. ولی بچه ها راستی یه چیزم بهتون بگم که الان اینجا بودی کی زنگ زد؟ کی پیام داد؟ خدا. خدا گفت چی؟ نیم با شما شد صحبت کردم ولی من تو هم اونجا صدای تو اومد. گفتش که زیبا من ساعت 12 بیا من موبایل رو بهت بدم. گفتم آره موبایل
اینجاست. خلاصه گفتم من بعد از اینکه سلطان رفت با تماس میگیرم قرار میذارم. بفرمایید. بچه ولی دیشب که داشت میمن خوش مرجان، مرجان تو یه چیز هستی. اوی 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 الان کل شکر رو خالی نکن. بیا اینجا، بیا اینجا، بیا اینجا من. مواظب باشیم شکر مال 10 سال پیشه. جنگ جهانی دوم ها. آره از اون بالا آوردم. شکر خیلی کم. خوبه خوبه. خوبه. جلوی دوربین میگه خوبه. چیکار کنم دیگه؟ بعد بچه ولی گل سرخوش کرد. ایشم مرسی از مرجان تشکر کنیم. از مرجان. مرجان خانم. مرجان اصفهان. تشکر میکنم اینا. سال خوبی داشته باشی. حالا دیگه شروع میکنه 13 به 10 سال. نه نه 13 به 10 نه. میتونم حرفم بزنم. بفرما. بچه مرجان سلطان رو دوست داره. خب اصفهان هم هست. برگشت گفتش زیبا. چقدر خوشحالم مرجان داره میاد. چیز سلطان داره میاد. گفتم بابا این اگه گم نشه میاد. بسیار یه ذرمی در بیارم. آره بعدش. لخ شد. کش دیگه. لخ شد. بگو این بولیز مال کیه؟ این بولیز مال خوده. این بولیز مال بگو. از بوتیک گرفته. هامبورگ. زیبا گرفته برای من. خوبه؟ ایدی بهم داده ایدی. یعنی میخوای ببریش؟ آره ایدی ببر دیگه. بگو مال کیه؟ نمیدونم مال کیه. نه گفتم بهت. مال کیه؟ یا احمد داشته. احمد دیگه خود نزدیم. یا احمد. بولیز مال احمده. اومدم دیدم که بولیزش باز نارنجیه. گفتم ببین دفعه پیشم لایو دفعه پیشو نگاه کردم همون بولیز نارنجیه. بعدش گفتم برو بیا بولیز تو عوض کن. خواستم از بولیزایی که به فوزیه میدم بدم به تو. گفتم بعدم فوزیه منو چی نکنه چی میگنه پیارم رو در نگاره. امروز دعوت بودی؟ بله دیدم یاد این افتادم. امروز دعوت آره با فوزیه قرار بود بریم رستوران. رستوران بریم چی شد؟ خب دیگه گفتم این ایشون اینجا. حالا ما به جاست فوزیه میریم. اشکال نداره. زیبا دعوتمون کرده. نهار میریم بیریم. خوبه؟ نه با استخ موافقم بریم. استخ از الان بگم ما لایف داریم بیریم. ببین اون هر کس سهم خودشو میده. من از کارتم میدم چون کارت من باعث میشه که 4 اورو ارزون تر بشه. باشه چش. آره. این از اون. ولی بچه ها کلا ببین الان من اینجا فهمیدم بازم تو یه پدر سوختگی داری. نه بذار بگم. بذار بگم. چرا اسم احمدو نیوردی؟ گفتم بولیزه. احمد خودتو زدی به اون راه. نه نزدم. میبونه کیه نمیدونم فلان. در حالی که اونجا گفتی احمد ناراحت نشه من بولیزشو بپوشم. تو گفتی احمده. اشکال نه من احمد خب باشه. خب باشه. حالا یه سوالی دارم. خب بگو سوال. من میام اینجا احساس امنیت میکنی یا نمیکنی؟ اینه واقعیت بگو. واقعیت رو میکنم. بچه ها. ولی تو یه حرفی زدی من خیلی خوشت من. شکی شدم. چی بود؟ نمیرزم به هم الحمدلله خدای شد. خب بگو بریم مثل که نارهش شده. بگو صبر و تحملی چه دارم. خب گفتی تو وقتی یه زنی میگم پلایان منظور حرفت این بود. گفتی تو نه من زنباز نیستم. زنباز نیستی بله میدونیشی بله هر نیستی سب کنی یه وقتی من درست بکنم. آره بگو حالا اگه اینو درستش کردیم ما بایا بچه یه لحظه اجازه بدید در رابطه با آره الان درست شد. آره تو به من همچی حرفی زدی؟ الان دارم گه چه ناراحتی شدی؟ همچی حرفی زدی من یه مرتبه چه حرفی؟ فاز برق سپاز گرفتم. چه حرفی؟ گفتی خانم باز بلان خانم باز چی کلو جان من 5 سال خورده ای تو راه آفرین. ولی هیچ موقع آدم بی وجدانی نباشن. آره. چشم دنباله نه بذار بگم بذار بچه بذار اول تعریف کنم تعریف کنم بچه اولا به تو در کنارشم یه حرف دیگه هم بستدم. گفتم تو مثل عضو
دیشب به من گفت، الان بهت میگم، من از جا میرم اینه ایمان دارم، اینم فکر میکنم طرف مقابلم خانواده خودمه. یه نون نمک میکنم میخورم، حرمت اون نون نمک دارم. چقدر چایش خوبه، بریزم. آره بریزم برات. اینطوریه خلاصه دیگه، نمیدونم چی بگم. بذار من بگم، تو میرس توی میرم کجا؟ حالا بله بچه ها، من دیشب بهش گفتم که انقدر دیشب وقتی اینو گفت، من گفتم خب چرا این بره هاستل این وقت شب، منم که بیدارم تا با بچه هم کار دارم، اینو تا برسه اینا هم طولم بکشه اشکال نداره. حالا میخواستم از مرجان چرا تشکر کنم، به مرجان گفتم، برگشتم گفتم منتها سلطان اگر به من زنگ بزنی این کجاست اون کجاست اینجا رسیدم فلان، من دیگه این وقت شب هم اتوبوس ها رو از دست میدی، هم مترو ها رو از دست میدی، حواست باشه دقیقا همونطور که توی وایس گفتم بیا جلو، همونطور که نوشتم بیا جلو. اینجا وقتی گفتم بچه ها گفتم وای، مرجان گفت چقدر خوبه که سلطان میاد پیشه تو اینا، گفتم که البته اگه گم نکنه. بعد مرجان گفت نه حتما میاد. این جمله مرجان خیلی به دل من نشست، گفتم واقعا باعث شد که من منتظر تو باشم. بعد چیه؟ گفتم شام خوردی؟ گفتی که نه یه چیزی میگیرم. گفتم نه بابا یه چیزی بگیری اما مترونم از دست میدی. گفتم بیا اینجا، برای تو چی درست کردم؟ نه یه غذای درست که آفریقای جنوبی هم اینطوری درست نمی کنم. نمیشه یه چیزی بمون داد خوردیم دیگه. اسمش چی بود؟ نمیدونم، همه سبزی و یه چیزی بود، تا حالا نخورده بودم همچه غذایی، نمیدونم چی بود اسمش. خب ولی خوب، ولی خوشمزه بود. حالا یه منتی هم بذار دیگه. نه منت نمیدونم، دست در نکنم اون موقع شب. آها بالاخره پذیرایی بد نبود، خوب بود، عالی بود. مرسی مرسی مرسی، زحمت کشیدیم. حالا باشه الان. آره اینطوریه برام. این خب خوبه، باشه باشه خوبه. بفرما طلبت. خب بیریم جلو. یکیچ بچه ها، من براش یه غذایی درست کردم، گفتم که این نر ساندویچی نباشه دیگه، چون خب دندوناش الانم میخواستی چی بزنی؟ ماسک. گفتم بابا با ماسک که نمیشه که صبحونه بخوری، همه فهمیدن تو دندون نداری، به جای اینکه این پولا رو دادی برای اینکه بفرستم برای ایران و این ور، من دندونتو درست کنم. دندون درست کنم گفتم اینا. اون چیه؟ دخترت ارتباط داری؟ گفته دیگه ها. زنگ زدم بهشون دیگه، زنگ زدم رسیدم، نگران من نباشی. خونه را آره زنگ زدی، بعدم اون دفعه هم خب خوبه، بس بالاخره با خانوادت ارتباط بزن، نمیخوای که خب میخواست البته نونم بگیره. خب خواستی گفتم، میتونی نرم کنی، میتونی بذارم اینجا رو شیر. نه من بس دیگه بس. خب بچه ها این چیزه برشه به خلاصه، ما یه غذایی درست کردیم، چقدرم از نظر خودم خوشمزه بود. حالا تا تو بیای گفتم چرا حالا منتظرین بشم بذار خودم بخورم. آره از این چیزا هست که صبر و تحمل نداره، هوا را بیگاشه نداره سری. خوبه، خیلی خوبه، این دفعه خیلی برخوردات جالبه. آره. خیلی جالبه. بعدش یاد این اونم من این پسر دانشجو، اون پسر دانشجو که پول براش پدر و مادرش میفرستن، خب اونا میرن به صرافی دیگه، من بهشون میگم که من اینو بهشون معرفی کردم، بعد اونم گفتش که زیبا من نمیتونم بیام، برای من میتونی واریز کنی؟ گفتم آره من برات واریز میکنم. ایشون به من این پولو داد و حالا میریم بعدا من به حساب کیهان. بعد یه دفعه گفتم که شماره تلفن دخترمو بدن که مثلا اینا دارم واریز میکنم فلان. یه دفعه گفتم اینجا کم، گفتم بدم به اون پسره، یعنی به اون پسر، اسم پسره که چیز ما کی صداش میکنیم، کیهان.
بعد یه دفعه اینجور که غیرت بازیش در اومد چیز. نه هنوز شماره بکنم چیه؟ چون اسم پسر اومد ترسیدی به دختر؟ نه نترسیدم. به دخترت بدی؟ نه نترسیدم. گفتم بعد اینجا یه دفعه چرا من اومدی یه دفعه اوی منو بوسیدی اینجا اینجا ما بوسیدی اینجا ما چیز؟ به خاطر اینکه دقیق خورد به اون جایی که حد زدم. آره همون رو راست بگو آره چون این پسره نمیخوام شماره رو بدم. خب بعضی ها دوست ندارن شماره خانوادشون رو بدن. همین رو بگو همین رو بگو نه اینکه نه همینطور که برن... همینطور که جناب عالی بدون رو درواسی حرفاتو میزنی منم بدون رو درواسم. بعد یک یه حرف دیگه هم به تو زدم. شرفی. گفتم تو من دیگه گفتم بازاری بازی در نیار. آره خب نه من گفتم من تو زندگیم حق کسیه زیر پا نمیذارم. انقدر اون پسر پسر خوبیه همه خوبه هم. من برگشتم گفت نه گوش بده اون. ولی من اینجا با ریاکشن تو فهمیدم که یه ذره دیرم دم 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 نه دیرم دم دم نیستم پدر سوخته بازی داری. نه پدر سوخته بازی نیست الان اون پسر نه پوله نه ببین اون پسر چون که خودش دانشجوه هم به نفع اوناست که به صراف پول ندن هم به نفع. بعد تو چی گفتی؟ نه گوش بده تو گفتی که چی؟ زیبا من پول صراف رو به تو میدم. من گفتم چی؟ الان میگم نه گفتم چی؟ گفتی نه من نمیخوام شما رو فقط شما رو به هم بس. آره گفتی گفتی یه رستوران پس گفتم نه پس جبرانت میکنم فلان. گفتی نه گفتم جبران نمیخواد تو همین پول هاستلی که داریم میریم این خریدی آره. که میخواییم بکنیم اون از قبل گفتم. آره اینه که پول هاستل رو گفتم امی آگه نمیخواستی بری اون وقت شب هاستل و بعد ساندیویج و فلان اینا بخوری. حالا میام نه غذای آفریقایی با آفریقایی برخورد نه نه اشکال نداره برای شوخی و مزه نه خیلی مهره ما به مزه با اینا میپرمیم حالا خودت ماشاءالله خوب تیکه میپرونی تو تیکه خوب ما خوب ولی یکی که بدی تیکه میپرونی سه سود میریزی ببین نه نه من تیکه ها واقعیه. بچه ها گفتم این چرا زنبازه ولی هم زنبازیشو گفتم هم این که انقدر مطمئنه انقدر آدمیه که من پولا رو گذاشتم درسته موبایلام هست تمام این خونه اون یه اون اتاق که خوابیدی همه مدارک من اونجاست. زیبا میخوام یه نه میخوام اینو بگم نه میخوام یه چیزی بهت بگم من 4-5 سال تو را سختی هم زیاد کشیم بی پولی هم زیاد چیز کرده نه چای بریز ولی حقی کسی نخوردم. خب همینه من این احساس پاکی و صداقت تو طلا بیار بذار جلو من نگاه نمی کنم. خب هم چی آره این چایی هم بریز برای من چایی بیا. آره هر وقتی دیدار خالی میشه اصلا نپوست تو فقط بریز چی؟ نه نمیخوام بریم دیر میشه آن بچه ها میگه بریم تموم بشه بچه ها بریم. خب باشه بچه ها تموم بشه ما میخواستیم لایو کوتاه بذاریم. مرسی الان همین چایی تموم میکنیم. مرسی که بودی ممنون که حرفا ما رو گوش کردید. ممنون که حرفای ما رو گوش کردید. خب با ما بودید و بچه ها من یه چیزی که بگم الان میخواست هانوفرم بره من گفتم روزی هم اونجاست. یک تمام مسائلی که در مورد نیکو گفتم ایرادای کوچیک ایراداش نسبت به مزایای شخصیتیش خیلی کمتره. اینو جنبندی کنم تمام بشه. همین که من اینقدر احساس راحتی تو خونه باش کردم ساعت یک نصف شب بیاد بره فلان و اینا انجام بده اون کارو بکن فلان اینا حالا با هم دیگه استخرینا میریم سونا اینا میریم بعد به هر حال به خاطر اینکه این حس امنیت و راحتی رو میده. یه سری چیزای فقط در رابطه با نوع برخوردش گفتم یه کاری میکنی من تو رو
با تو تو رو میپذیرم، خب به خاطر اینکه شناختم. ولی یه آدم مثل فریدا، یه آدمی مثل نمیدونم مثلا الان چرا آذر مثلا به تو داد و بیداد کرده مثلا یه حرف. آخه من کاری بشه؟ آره به هر حال یه سری برخوردای ظرایف برخوردی هست، اینا رو رعایت بکنی خب واقعا دیگه همه به سمتت جذب میشن. بای بای میریم بچا، میریم. من اینو برم تیغت بزنم؟ نمیشه که تو رو تیغ تو ما رو تیغ نزنی. این اینجوری نیست ها، فلفل نبین چه نیست فقط اینجوری. بای بای بچا. اوی 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 بیا جلو بابا. میریم کار زیاده، بعدش میریم پیش هدی.